فصل یازدهم. مردی به نام ایلازر از اهالی بیت انیا یعنی دهکده مریم و خواهرش مرتا مریض بود. مریم همان بود که به پاهای خداوند عطر ریخت، آنها را با گیسوان خود خوش کرد و اکنون برادرش ایلازر بیمار بود. پس خواهرانش برای عیسی پیغام فرستادند که ای خداوند، آن کسی که تو او را دوست داری بیمار است. وقتی عیسی این را شنید گفت، این بیماری به مرگ او منجر نخواهد شد، بلکه وسیله‌ای برای جلال خداست، تا پسر خدا نیز از این راه جلال یابد. عیسی مرتا و خواهر او و ایلازر را دوست می داشت. پس وقتی از بیماری ایلازر باخبر شد، دو روز دیگر در جایی که بود توقف کرد. و سپس به شاگردان گفت، بیایید باز با هم به یهودیه برویم. شاگردان به او گفتند، ای استاد، هنوز از آن وقت که یهودیان می‌خواستند تو را سنگسار کنند چیزی نگذشته است. آیا باز هم می‌خواهی به آنجا بروی؟ عیسی پاسخ داد، آیا یک روز 12 ساعت نیست؟ کسی که در روز راه می‌رود لغزش نمی‌خورد، زیرا نور این جهان را می‌بیند، اما کسی که در شب راه برود می‌لغزد، زیرا در او هیچ نوری وجود ندارد. عیسی این را گفت و افزود، دوست ما ایلازر خوابیده است، اما من می‌روم تا او را بیدار کنم. شاگردان گفتند، ای خداوند، اگر او خواب باشد حتما خوب خواهد شد. عیسی از مرگ او سخن می‌گفت، اما آنها تصور کردند مقصود او خواب معمولی است. آنگاه عیسی به طور واضح به آنها گفت، ایلازر مرده است. به خاطر شما خوشحالم که آنجا نبودم، چون حالا می توانید ایمان بیاورید. بیایید پیش او برویم. توما که او را دوقلو می گفتن به سایر شاگردان گفت، بیایید ما هم برویم تا با او بمیریم. وقتی عیسی به آنجا رسید، معلوم شد که 4 روز است او را دفن کردند. بیت انیا کمتر از نیم فرسنگ از اورشلیم فاصله داشت و بسیاری از یهودیان نزد مرتا و مریم آمده بودند تا به خاطر مرگ برادرشان آنها را تسلی دهند. مرتا به محض آنکه شنید عیسی در راه است برای استقبال او بیرون رفت، ولی مریم در خانه ماند. مرتا به عیسی گفت، خداوندا، اگر تو اینجا می بودی برادرم نمی مرد. با وجود این می دانم که الان هم هرچی از خدا بخواهی به تو عطا خواهد کرد. عیسی گفت، برادرت باز زنده خواهد شد. مرتا گفت، می دانم که او در روز قیامت زنده خواهد شد. عیسی گفت، من قیامت و حیات هستم. کسی که به من ایمان بیاورد، حتی اگر بمیرد حیات خواهد داشت، و کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد. آیا این را باور می‌کنی؟ مرتا گفت، آری خداوندا، من ایمان دارم که تو مسیح و پسر خدا هستی که می‌باید به این جهان بیاید. پس از اینکه این را گفت، رفت و خواهر خود مریم را صدا کرد و به طور پنهانی به او گفت، استاد آمده است و تو را می‌خواهد. وقتی مریم این را شنید فوراً بلند شد و به طرف عیسی رفت. عیسی هنوز به دهکده نرسیده بود، بلکه در همان جایی بود که مرتا به دیدن او رفت. یهودیانی که برای تسلی دادن به مریم در خانه بودند، وقتی دیدند که او با عجله برخاسته و از خانه بیرون می رود، به دنبال او رفتند و با خود می گفتند که او می خواهد به سر قبر برود تا در آنجا گریه کند. همین که مریم به جایی که عیسی بود آمد و او را دید، به پاهای او افتاد و گفت، خداوندا، اگر در اینجا می بودی برادرم نمی مرد. عیسی وقتی او و یهودیانی را که همراه او بودند گریان دید، از دل آهی کشید و سخت متأثر شد و پرسید، او را کجا گذاشته اید؟ جواب دادند، خداوندا، بیا و ببین. اشک از چشمان عیسی سرازیر شد. یهودیان گفتند، ببینید چقدر او را دوست داشت. اما بعضی گفتند، آیا این مرد که چشمان کور را باز کرد نمی توانست کاری کند که جلوی مرگ ایلازر را بگیرد؟
پس عیسی در حالی که از دل آه می کشید به سر قبر آمد. قبر غاری بود که سنگی جلوی آن گذاشته بودند. عیسی گفت سنگ را بردارید. مرتا خواهر ایلازر گفت خداوندا، الان 4 روز از مرگ او می گذرد و متعفن شده است. عیسی به او گفت آیا به تو نگفتم که اگر ایمان داشته باشی جلال خدا را خواهی دید؟ پس سنگ را از جلوی قبر برداشتند. آنگاه عیسی به آسمان نگاه کرد و گفت ای پدر، تو را شکر می کنم که سخن مرا شنیده ای. من می دانستم که تو همیشه سخن مرا می شنوی، ولی به خاطر کسانی که اینجا ایستادن را گفتم تا آنها ایمان بیاورند که تو مرا فرستاده ای. پس از این سخنان عیسی با صدای بلند فریاد زد ای ایلازر بیرون بیا. آن مرده در حالی که دستا و پاهایش با کفن بسته شده و صورتش با دستمالی پوشیده بود بیرون آمد. عیسی با آنها گفت او را باز کنید و بگذارید برود. بسیاری از یهودیانی که برای دیدن مریم آمده بودند، وقتی آنچه را عیسی انجام داد مشاهده کردند به او ایمان آوردند. اما بعضی از آنها پیش فریسیان رفتند و کارهایی را که عیسی انجام داده بود با آنها گزارش دادند. فریسیان و سران کاهنان با شورای بزرگ یهود جلسه‌ای تشکیل دادند و گفتند چه باید کرد؟ این مرد معجزات زیادی می کند. اگر او را همینطور آزاد بگذاریم همه مردم به او ایمان خواهند آورد و آن وقت رومیان خواهند آمد و جا و ملت ما را خواهند گرفت. یکی از آنها یعنی قیافا که در آن سال کاهن اعظم بود گفت شما اصلاً چیزی نمی دانید. متوجه نیستید که لازم است یک نفر به خاطر قوم بمیرد تا ملت ما به کلی نابود نشود. او این سخن را از خود نگفت، بلکه چون در آن سال کاهن اعظم بود پیشگویی کرد که عیسی میباید در راه قوم یهود بمیرد و نه تنها در راه آن قوم، بلکه تا فرزندان خدا را که پراکنده هستند به صورت یک بدن واحد به هم بپیوندد. از آن روز به بعد آنها توطئه قتل او را چیدند. بعد از آن عیسی دیگر به طور علنی در بین یهودیان رفت و آمد نمی کرد، بلکه از آنجا به ناحیه نزدیک بیابان به شهری به نام افرایم رفت و با شاگردان خود در آنجا ماند. عید فصح یهودیان نزدیک بود و عده زیادی از آبادی‌های اطراف به اورشلیم آمدند تا قبل از عید خود را تطهیر نمایند. آنها در جستجوی عیسی بودند و در معبد به یکدیگر می‌گفتند او به جشن نخواهد آمد، نظر شما چیست؟ اما سران کاهنان و فریسیان دستور داده بودند که هر کس که بداند عیسی کجاست اطلاع دهد تا او را دستگیر نمایند.